خب بینندگان عزیز سلام بر شما. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت واشنگتن، نیویورک، شرق آمریکا و 12 ظهر به وقت کالیفرنیا، غرب آمریکا است. هر جای دنیا که هستید نگاهی به ساعتتون بندازید. اگر هم مثل من ساعت ندارید تلفن‌های همراهتون رو نگاه کنید. ما امروز شانسی آوردیم و آقای حسن فیروزی، یکی از دوستان قدیمی که تا حالا فرصت، یعنی موقعیت پیش نیامده بود که ملاقاتشون کنیم حضوری، آمدن در واشنگتن و ما هم فرصت رو غنیمت شمردیم و با ایشون یک ساعتی مصاحبه کردیم که روی یوتیوب هست، میتونید ببینید و از امروز تا جمعه هم سعی میکنم باز اون برنامه رو بازپخش کنم. ضمناً از ایشون هم دعوت کردم این یکی دو سه روزی که اینجا هستن با ما باشن. قول فردا رو گرفتیم. اگر برنامه رو دیدید، سوالی، پرسشی، نظری دارید درباره صحبت‌های ایشون، حتما تماس بگیرید. شاید فردا توی برنامه تلفن رو هم باز کنیم که شما بتونید تماس بگیرید. ولی ایشون خودش ماشاءالله خیلی سخنور هست و سالهای سال سمینارهایی رو در سان دیگو میذاشتن، دعوت میکردن افراد مختلفی رو، ولی الان به خاطر مسائل گرونی این هتلها نمیتونن این کار رو انجام بدن. اتفاقا من بهشون گفتم که یه نفر هست در تگزاس، شنیدم که هتلی داره و دوستان ایرانی هم ازش استفاده میکنن. حالا امیدواریم که این امکانات بشه. اگر جایی میتونید به همدیگه کمک کنید، کمک کنید تا به اصطلاح جامعه‌ای یا کامیونیتی بهتری داشته باش. خب این هم از این. بذارید ببینیم که با سلام، چنانچه وقت داشته و مسئله دیدید معنی طنز تقدیمی را قرائت فرمایید با احترام. بله، امروز چون من دو ساعت برنامه ندارم و یه ساعت برنامه دارم، اجازه بدید اینها رو بذارم در یک وقت دیگه. اولا تشکر میکنم از آقای مصطفی زاده که گفتن امروز کار دارن نمیتونن بیان، امیدواریم یه وقت دیگه بیان درباره اون صحبتایی که شد، پرسشایی که شده بود، اگر خواستن جواب بدن. و ممنونم از آقای خزایی، حسن خزایی، این دوست همشهری ما، 3 پیام گذاشته امروز. ایشون قرار شد که یه برنامه هایی رو به عنوان اخبار یا نمیدونم، اون وقتا ما داشتیم توی رادیو، توی تلویزیون فیرفکس، خانم مریم جعفری هم می اومد این خبرها رو میخوند، خیلی هم کارش قشنگ، یعنی جا افتاده بود. و حالا ببینیم میشه یا نه. اشکالی که من توی تماس آقای خزای دیدم اینه که اولا خیلی توضیح میده که الان با وای فای هم، با اسپرینت هم، با تلفن زمینی هم، با تلفن هوایی هم، با شماره تلفن فلوریدا هم هستم. اینها مهم نیست. شما اولا سعی کنید یه مقداری خون سرد باشید، کام به قول معروف، در آرامش. بعد صحبت که میکنید یه کمی بدونید خواننده ها هنرشون و تفاوتشون با من و شما اینه. ما وقتی میخوایم یه شعری بخونیم، از بس اون هیجان شعر و شعر خوندن به ما غلبه میکنه، ما یادمون میره نفس بکشیم و نفس کم میاریم. و اینکه اونها نفس کم نمیارن دلیلش اینه که یاد میگیرن وقتی که صحبت میکنن یا یه چیزی رو میگن بعد نفس بکشن دوباره بتونن حرف بزنن. ما نفس کشیدن یادمون میره. دیدم که آقای خزایی به اصطلاح نفسهاش شمرده میشد و صداش میومد، مثل یه جورایی شده بود مثل آقای ترامپ. ترامپ دیدید میکروفون رو گرفته بود دستش، میگفت. البته اون با این گندکاری هایی که کرده دیگه ممکنه همین نفس معمولیش هم بند بیاد. خب انتخابات آمریکا که بهتر راجع بهش صحبت نکنیم دیگه، انقدر گند شده که حتی صحبت کنی دربارش شما هم ممکنه بوی گند بگیری. و با تشکر بسیار از دعوت شما گرامی که متاسفانه ساده ندارم روز شنبه در خدمت شما باشم. و اما در رابطه با 5 پرسش شما، این را آقای مصطفی زاده نوشتن، از دوستانی که علاقمند هستند خواهش می شود که به این 5 پرسش پاسخ بدهند. یکیش این بود: چرا انقلاب شد؟ آقای
مصطفی زاده نوشتن به دلایل بیشمار که مهمترین آنها به هیچ شمردن مالکان ایران توی پرانتز ملت در تمام طول تاریخ ایران از جانب سلاطین مستبد کشور و خود را مالک سرزمین، جان، مال و تمام هستی ملت دانستن. دومیش این بود که چه عواملی باعث سرنگونی حکومت شاه گردید. ایشون گفتن که رفتار و عملکردهای محمد رضا پهلوی به ویژه در گزینش افراد نالایق برای گردانندگی امور کشور تا تنها خود فرمان روایی کنند. اتفاقا با آقای حسن فیروزی که صحبت میکردم، آقای حسن فیروزی مهندس کشاورزی فارغ التحصیل از دانشگاهی از ترکیه و ایشون میگه زمانی که ایشون اونجا بوده 50 سال پیش، دانشگاه کشاورزی ترکیه در جهان در مقام 8-9 بوده، ولی الان با این سیاست‌های غلط در مقام 150 قرار گرفته. گفتم چرا؟ گفت که برای که اون موقع رئیس دانشگاه رو استادای دانشگاه انتخاب میکردن، یعنی یکی از خودشون که همه به اصطلاح متفق و رأی میگفتن این بهتر از ما میدونه، مدیریتش بهتره، این میشد رئیس. حالا رئیس دانشگاه از طرف رئیس جمهور انتخاب میشه، اونم چون از طرف رئیس جمهور انتخاب شده احتمالاً شخص بی سوادیه، ولی هیچ کدوم از اونها رو آدم نمیدونه و کار خودش رو انجام میده. اینه که بعضش اینجوری شد. حالا آقای مصطفی زاده این نوشته که عملکردهای محمد رضا پهلوی به ویژه در گزینش افراد نالایق. خب سال سوم این بود، خواست مردم و نیاز جامعه در انقلاب 1357 چه بود؟ ایشون نوشته که در این باره به پاسخ نخست توجه فرمایید، همون اولی که مردم رو مالک نمی‌دونستن. بعد میگن که چرا و چگونه تقلب میکنی آقای مصطفی زاده، تنبلوازی در میاری، ما تو کامپیوترم وقتی این رفت بالا حالا دیگه نمیتونیم بیاریمش پایین، چون بزرگش میکنیم که بتونیم بخونیم. چرا و چگونه خمینی به قدرت رسید؟ خمینی قول داد حقوق مردم را که شاهان پایمال کرده بودند از رژیم سلطنتی گرفته و به مردم بدهد، یعنی همان که در پاسخ نخست آمده است، یعنی همون پاسخ اولی شما همه اینا رو حقیقتا گفت و حل کرد. بعد نوشتید که چگونه سوال کرده بودند چگونه به اینجا رسیدیم. ایشون نوشته که ما به هیچ جا نرسیده ایم، همانجا که بوده ایم هستیم و تا زمانی که سیستمی در ایران برقرار نشود که مردم حاکم و دولت مستخدم آنها باشد به هیچ جا هم نخواهیم رسید. تنها راه برای بهزیستی ملت برقراری سیستم خودگردانی ملی است که تمامی دولت‌ها و ملل جهان آن را پذیرفتند اما آن را به کار نمی‌برند. ارادتمند مصطفی زاده. ممنون و متشکرم از شما. و دوستان دیگری هم مثل آقای چمنارا و آقای آریانپور اگه اشتباه نکنم پاسخ دادن، حالا اگر وقت بشه به اصطلاح به اونها هم میرسیم. خب ببخشید من عدسم گرفته، حالا نمیدونم آب بخورم یا عدسه کنم، نکنه آب که بخورم عدسه هم بکنم. خیلی یه دوست شیرازی ما داریم که با اسم حکومت سکولار میاد توی فیسبوک، خیلی خوشحالم. این دوستان سالها هست میخوان 4-5 نفر جمع بشن یه برنامه‌ای داشته باشن، نتونستن. دوست باورتون میشه 4-5 تا ایرانی نمیتونن دوره هم جمع بشن یه برنامه‌ای داشته باشن، هفته یه بار یه میزگردی با شما. ما اسم اینو گذاشتیم سربی با مردم، اونا بذارن میزگردی با شما. اگه اشتباه نکنم احمد رضا بهارلو میزگردی با شما رو داشت. در صورت ممنون و متشکرم. اجازه بدید این رو هم بذارم داخل نامه های امروز که براتون بخونم. و این فکر کنم باز آقای خزایی است، پیامات گرفتم. آقای خزایی نصیحت دیگه‌ای که میکنم اینه، شما وقتی 3 پیام میذاری، یکیش رو این تلفن، حالا به این تلفنت زنگ زدم رو این تلفن، حالا به اونم زنگ زدم برای اطمینان، اینجوری هی اتفاقا چیزاشو کمتر میکنی. شما باید یه ایمیل درست کنی یا یکی از این تلفونا که میتونی تکست قبول کنی به من بگی، من وقتی پیام رو گرفتم برای شما تکست میکنم، حالا یا با فارسی
یا با انگلیسی با فارسی می‌نویسم دریافت شد ممنونم، یا با انگلیسی می‌نویسم I got it thank you. ولی اینجوری 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا پیام اینور اونور بذاریم اصلا دیگه فایده نداره. ببینم حالا ایشون شما هستید یا سلام عرض می‌کنم آقای دکتر. بله بله بله، باید اینو بذاریم آقای خزایی یه وقتی از قبل قرار بذاریم، شما بگی که مثلا من از هفته آینده این کار رو انجام میدم. درباره اون پیشنهادی که کردی درباره انتخابات و اینها، اون چیز اصلا درست نیست که بذاریم MTV بعد او اوباما کی اول خزایی بعد آخرش هم سی کلینتون، بعد شما گفتید که میشه آکس، نمیدونم آکس که یعنی این گاوای وحشی بزرگ رو میگن آکس اگه اشتباه نکنم، ولی در صورت باید با هم صحبت کنیم. اینجوری یه دفعه دوشنبه اونم دیدید من برنامه‌مو از روز جمعه و چهارشنبه گفتم که منتظر یک دوستی هستم که باهایی هستن، ایشون سال هاست من ایشون رو میشناسم و قرار بود اگه بشه ما شنبه و یه شنبه برنامه داشته باشیم. وقتی ایشون جمعه شب رسید اینجا گفتم خب حالا چند ساعت پرواز، حالا بالاخره فامیل و دوستان انتظار دارن شنبه و یه شنبه با اونها باشن، در طی یه هفته با ما باشن، که فکر خوبی هم بود. ایشون همین امروز هم آقای فیروزی گفت که فردا و پس فردا و اینها میزبانان ما، قشنگ هم میگه، میگه صاحب خونه ما، صاحب خونه ما میرن سر کار و کار دارن، ولی ایشون during the day یعنی در طی روز آزاد هستن. فردا به احتمال زیاد ساعت 1 یا 2 بعد از ظهر با آقای حسن فیروزی خواهیم بود. سعی میکنم اگه ایشون هم راحت باشه تلفن رو هم باز کنیم تا بتونید صحبت کنید. تلفن ما همیشه بازه، گاهی وقتا ما جواب میدیم گاهی وقتا جواب نمیدیم، صداشو میبندیم که بره روی پیامگیر و ما بتونیم به اصطلاح اون چیزی رو که برنامه رو که گذاشتیم اجرا کنیم. و اما آقای سعیدی پیام گذاشتن ساعت 3:10. آقای سعیدی این هفته من با آقای فیروزی هستم و شما هم ایمیل جواب نمیدید، به خدا ما نمیدونیم از دست شما ایرانی ها چیکار کنیم. یه دوستی دارم زنگ زده من رو راهنمایی کرده در یه بار در موردی که سوال داشتم و اینها، بعد به من میگه که شما برام ایمیل نفرست تکست نفرست فقط زنگ بزن. عزیز دلم من مثلا 2 صبح میام پیام شما رو میگیرم، میخوای 2 صبح به زنگ بزنم؟ والا نمیخوام. این ایمیل و تلفن اون روز هم آقای افشارها گفتن اینا کامل کردن مکمل هم هستن. حالا نمیدونه آقای سعیدی اگر یه موضوع خاصی رو داری که میخوای تو 10 دقیقه 15 دقیقه امروز بگی تا 1-2 دقیقه دیگه زنگ بزن، یعنی از وقت ما 3:15 یا 12:15 شما تا 12:30 شما صحبت کن. اگر موضوع خاصی نیست که عجله داشته باشی بذار برنامه شما رو بذاریم دوشنبه هفته آینده، چون ایشون قرار بود برنامه هایی داشته باشن، ببینیم چی میگن. بفرمایید. آقای سعودی سلام، سعیدی هستم، میخواستم راجع به این 5 سوال صحبتی داشته باشیم که امیدوارم در آینده برنامه ریزی بکنیم که بد نیست راجع به این 5 سوال که سوالای خوبی هم هستند صحبتی با هم داشته باشیم. بسیار عالی، ممنونم. اگه میخواین اون 5 تا رو پاسخ بدید، خب اگه ایمیل فرستاد بودی من میخوندم دیگه، مثل آقای مصطفی زاده، مثل آقای چمنارا که حالا میخونه. آقای چمنارا که هر چی میگه میگه همون قانون اساسی، کتابی که من نوشتم کم کم این کتاب قانون اساسی آقای چمنارا میره بغل دست کتاب شاهنامه فردوسی و مقدس میشه. دوستان بترسید از روزی که کتابی مقدس بشه، چون هیچکی دیگه نمیخونتش، میذارنش بالای رفرف به قول آقای داریوش رفرف تاخچه و میگن این مقدسه، نزدیکش نرینا، نجسین دست بهش نزن اینا، نمیدونم خوابی دست بهش نزن اینا، اون وقت این میشه مقدس. ولی مقدس که نباشه میشه قانون اساسی آمریکا، تو جیب هر آمریکایی، حالا میگیم هر، ما هم داریم اغراق میکنیم، قشنگ اینو گذاشتن کوچولو تا یه اشکالی پیش میاد باز میکنه این جزوه میخونتش. در صورت شما من براتون فکر کنم ایمیل فرستادم، نه اگر با ایمیل گرفتید قانونش اینه که با ایمیل جواب بده.
ممنونم، متشکرم که برنامه ما رو نگاه میکنید. همین دیدنه، یعنی شما دوستانی که برنامه من رو میبینید واقعا میگم باعث افتخار من هست و ازتون یاد میگیرم. خب و اما ببینم دیگه، ماشاءالله اینقدر تو همین صفحه اصلی شما چی فرستادین که من نمیتونم برم به قسمت دومی برسم. نوشته که آها، من یه دوستی دارم، این دوستمون ارمنیه و نمیدونه حالا شما آسوری هستی یا ارمنی هستی، فرق ارمنیا با آسوریا چیه؟ ما خیلی چیزها رو نمیدونیم. مثلا من تا امروز یه بار دیگه هم گفتم این تفاوت اونایی که بابی هستن و بهایی هستن، حقیقتا خود ما هم قاطی میکنیم گاهی وقت، با وجود که ما تو شیراز با اینا بزرگ شدیم، ولی تفاوت باب و بهایی و اینها رو نمیدونیم. میدونید که یکیشون اصلا دست به اسلحه و شمشیر و فلان اینا بوده، یکی دیگهش بهایی گفته تفنگ ها رو زمین بذارید و دنیا رو به خاک و خون نکشید. این دوستمون پتیک نوشته که من میدونم که پدر شما راننده بوده، آیا راننده شهر بوده یا راننده بیابان؟ اگر راننده بیابان بوده حتما تابستون ها باهاش سفر رفتی، اگر رفتی شپش دیدی یا ندیدی؟ کمی در این مورد برای شاه اللهی ها هم صحبت کن، چون من دیدم. من براش نوشتم که ما چون توی مدرسه های دولتی می رفتیم مدرسه، همیشه می گفتن موهاتون رو باید کوتاه کنید. دیگه خود به خود تابستون هم برامون عادت شده بود، خیلی موهامون بلند نمی کردیم. فکر کنم اگه مو کوتاه باشه این خطر شپش زدن و اینا کمتر میشه. حالا جالب اینه که من تو ایران شپش ندیده بودم، ولی آمریکا که اومدم اصلا نشون میده تو تلویزیون، اصلا تبلیغ میکنه، از مدرسه نامه میاد که اگه بچه هاتون شپش زد بیاین نمیدونم فلان دارو فلان درمان و اینها. سالها پیش اگه اشتباه نکنم تلویزیون رنگارنگ بودم، من صحبت کردم، یه خانمی زنگ زد، معلوم بود سن زیادی داره، حالا امیدوارم هنوزم زنده باشه. ایشون گفت آه سربی، نه خانم منو تو فروشگاه دید، تو کاسکو، اون موقع اسمش پرایس کلاب، منو دید گفت آه سربی شما چجوری دلت میاد این آمریکا به این تمیزی بگی اینا شپش دارن؟ گفتم اولا من کی گفتم اینا شپش دارن، گفتم اینا که انقدر تمیزن و اینها تو مدرسه هاشون اینجوریه و میگن، بله اینا عیبشون رو میگن تا رفع بشه، درمون بشه، باید اول دردتو بدونی، دردتو بگی به دکتر، به خانواده، تا بعد درمان پیدا کنی. ما دردمون رو اول قایم میکنیم، بعدم حاضر نیستیم هر کسی بهمون گفت بریم اون درمان رو به کار ببریم. در هر صورت و بهش گفتم خانم شما خیلی هم فکر نکن آمریکا تمیزه. سالها پیش یادم میاد آقای فیلابی میگفت که با تیم کشتی رفتن خارج برای مسابقه، بعد میگه که خب ما عادت کردیم به توالت ایرانی، حالا اومدیم توالت آمریکایی و نمیدونم کشورهای اروپایی، اونجا باید بشینی روی این سنگ. گفتیم نه این فلان اینا. گفت مربیمون تعریف کرد که بابا نگاه کنید اینا همه سفید تمیز، روزی یه بار دوش میگیرن، حالا تو که دم توالت میخواستی برید از 300 متری بوی گندش بالا میمد، وقتی میرفتی اونجا حالت به هم میخورد، نفرهای قبلی هر کاری کرده بودن میدیدی و فلان اینا، حالا دیگه اینجا ناز میکنی؟ گفت حالا میفهمم که اون چه اشتباهی میکرد، تمام این مرضای پوستی و واگیر و فلان اینها از همین توالتایی که ما میبینیم فکر میکنیم تمیزه از همینجا میاد. ضمن این که تازه ثابت کردن، گفت کجاها؟ گفت میزای رستوران ها نمیدونم کجا از لحاظ کثیفی جرمش بیشتر از توالت ها هست. میدونی که اینا بعد این مدت میرن آزمایش میکنن اینا. در صورت این دوستمون نوشته که پدرم 50 سال پیش از مسافرت که برمیگشت، مادرم همیشه لباساشو تو آب جوش میریخت، شپش ها رو آب قلقل میزدن و ما با تعجب نگاه میکردیم. بله خب اونایی که تازه تو شهر بودن و حمام بود و اینها هفته یه بار ماکزیمون میرفتن حمام، اونایی که دیگه میرفتن مسافرت یه ماه، سه هفته، چهار هفته، دیگه نگو و نپرس. حالا نمیدونم، شاید بابای ما شپش داشته، یواشکی قبل از اینکه بیاد خونه میرفته لباساش عوض. در صد من ندیدم تا موقعی که تو ایران بودم حقیقتش. این از این. و اما باز آقای چطور شما زنگ زدی من ندیدم، ببخشید تو صفحه بودم. نه آها، شما به 703 زنگ میزنی.
نه نه نه، توی برنامه زنده به 202 زنگ بزنید، 703 مستقیم میره. ما سالهاست که اون تلفن رو قطع کردیم گذاشتیم اونجا، 703 مستقیم میره تو پیامگیر، ولی 202 صداش اینجا. من اگر صدای زنگش رو، اینم حالا دوستان نگم پس چرا ما میگیم آقا گوشی رو بردار، گوشی رو بردار. من صدای زنگش رو میشنوم اگر بلنگو باز باشه. خلاصه اگر جواب بدم که با هم صحبت میکنیم، اگر نه میره روی پیامگیر. این 3 دقیقه میتونید پیغام بذارید. ببینیم آقای سعیدی چی میگه، بفرمایید. آقای صبحی، من مجددا رفت هستم، توصیه شما قرار شد صدای رادیو یا تلویزیون یا کامپیوترت کم کنی عزیز برادر. مارمولک یادته عزیز دل، بفهم. حالا ببین چقدر بده وقتی صدای اون میاد. من گوشی رو نگه میدارم چنان که مایل هستید. آه من زنگ بزنم؟ باش اوکی، چشم، الان زنگ میزن. بفرما با یک کلی نگاه کنید. والا سلام آقای سعیدی گل، احوال شما؟ قربان شما جناب سعیدی، حالتون خوبه؟ بفرمایید که اون 5 سوال پاسخ شما چیه؟ بله، عرض کنم به خدمتتون که سوالات خوبی، البته سوال اول میتونه حذف بشه به نظر من، برای اینکه در سوال بعدی خود به خود اون سوال تکرار شده که عواملی باعث سرنگونی شاه شد. پس به همین خاطر بود که آقای مصطفی زاده گفت سوال دوم به اصطلاح جوابش رو تو قسمت اول دادن. بفهم. به عوامل خب خیلی زیاد بوده جناب سوربی، ولی عمده ترین عامل که باعث این اتفاق شد، شما میدونید که یه اتفاقی در قم افتاد، بعد چهل اونو در فلان شهر گرفتن، در بهمان شهر گرفتن، و این جریان یواش یواش تقویت شد در جامعه. انقلابی در کار نبود، این یک برنامه ریزی جهانی بود برای انتقال قدرت. در ایران انقلاب انجام نشد. انقلاب اصلی، انقلاب اجتماعی ایران بود که در اثر پیشرفت‌های مادی ایران زمینه‌هاش فراهم شد. یعنی اون جنبش دموکراتیک، مردمی که رشد کرده بودند بیشتر میخواستن. اوکی آقای سعیدی، همینجا وایستا تو، چون اختلاف نظر داریم ما یه چیزی یاد بگیریم از شما. خواهش میکنم قربان شما. من متوجه شدم شما و دوستانی که طرفدار پادشاهی هستیم یک حساسیت خاصی دارن با این کلمه انقلاب. فکر میکنن وقتی ما میگیم انقلاب معنیش اینه که یه چیز خوبی، نه که شاه هی گفت انقلاب سفید فلان. عزیز من، انقلاب شما دیدی یه نفر باباش مرده داره سینه، چی میگن، داره خودزنی میکنه، میگن منقلب شد، حالش به هم خورد. بله خیلی ممنونم که اینو گفتید، اتفاقا درسته. بله پس این انقلاب انقلاب بوده. آقای نصر احمدی اصلا میگه بابا ببینید وقتی یه کلمه رو استفاده میکنه، اگه خواستید من الان میزنم انقلاب از این ده خدا یا فرهنگنامه اینا میارم بیرون. بله بله متوجه شدم. آره. جناب سوربی عزیز، برای اینکه تایید بکنم فرمایش شما رو، برمیگردم به جریان مشروطیت. بله. مشروطیت هم یه جنبشی بود و انقلاب نبود. ببینید انقلاب به معنی مثبتش رو من دارم عرض میکنم. یعنی اوکی. که یعنی یه جامعه ای از درون دچار تحول بشه و در جهت رسیدن به یک اندیشه های والایی به اصطلاح حرکت بکنه. به اون معنی درستش، مثبتش، انقلابی ما در ایران نداشتیم هرگز. چرا؟ برای اینکه مثلا مشروطیت، قانون اساسی بلژیک رو که یه عده ده ها سال روش کار کرده بودن، نوشته شده بود، اووردند در ایران که زمینه های ترق اجرا به اصطلاح به وجود آمدن اون اندیشه در ایران وجود نداشت. اندیشمندان ما زمینه سازی نکرده بودند، توده های مردم بیگانه بودند با این اندیشه ها. بنابراین این چیزها اگر به معنی مثبت به اصطلاح سازنده اون بخوایم اشاره بکنیم، هیچ زمینه انقلابی در ایران وجود نداشته به جز یک زمینه،
اونم در زمینه مذهب شیعه گری بوده. همین حرکت بابی و حرکت بهایی در ایران یک انقلاب به اصطلاح فکری در زمینه مذهب بوده در ایران که بستر و زمینه های لازم رو هم داشته در بین روحانیون اون زمان. توجه میکنید؟ با این تعریف ما در کشورمون فقط یک انقلاب به اصطلاح فکری داشتیم در زمینه مذهب که بهائیت بوده، یک به اصطلاح انقلاب به اصطلاح اجتماعی هم داشتیم که در اثر رشد به اصطلاح مادی کشور زمینه هاش به وجود اومد در دوران پهلوی ها و جنبش دموکراتیک مردم ایران رو در واقع بهش یه روح و پتانسیلی داد. همون به اصطلاح انقلاب مادی دوران پهلوی ها بود که باعث شد طبقه متوسط ایران خواسته هاش ارتقا پیدا بکنه و به اصطلاح تبدیل بشه به طعمه‌ای برای اونهایی که میخواستن انتقال قدرت بدن، یعنی قدرت رو از پادشاهان پهلوی بگیرن بدن به دست اقشاری که به اصطلاح مطامع آینده اونها رو این اقشار میتونستند پیش ببرند. به نظر من اون چه که باعث سرنگونی شاه شد یک توطئه جهانی بود و بستر مناسبی که به بعضی از این زمینه ها و بسترها هم به دلیل ساده اندیشی حکومت پادشاه به وجود اومده بود. یعنی دوران پادشاهی پهلوی ها اینقدر تمرکز روی پیشرفت مادی ایران زیاد بود که اینها غافل شدند که بابا ممکنه توطئه‌ای هم در کار باشه، ممکنه زمینه سازی اجتماعی بشه زیر پای اونا رو خالی بکنن. و از این به خاطر این غفلت بود که من عرض کردم تو اون برنامه هم که طبقه متوسط که بایستی این دستاوردها رو حفظ میکرد خودش شد وسیلهی برای نابود کردن اینها رو، مسموم کردن، ذهن ما رو مسموم کردن. خود من جز اون طبقه بودم اون زمان و این راه غلط رو رفتم. الان سال هاست که این سرزنش داره اذیتم میکنه، سرزنش خودم، اشتباهاتی که کردم، همراهی هایی که کردم، این که نیمه خالی لیوان رو دیدم. جناب سربی عزیز، برادر عزیزم، هموطن نازنینم، هموطنای عزیز که عرایض منو میشنوید، ما نسل 57 تا شرمون رو کم نکنیم کشورمون روی خوش نخواهد دید. خلاصه مطلب بهتون آقا چیز کن دیگه. یک اون چی بود توی اون دهه یک نوشیدنی درست کرد، اینجا میگن بعضی وقتا میگن راه حلش گدرید بود، نمیدونم چی بود، میگه اون نوشیدنی رو درست کنیم هممون سر بکشیم. میدونی چیو میگم؟ که اون آقایی که اینا رو از اینجا برداشت برد یک کشور دیگه، بعد وقتی آمریکا و اون کشور باز رفتن دنبالش چون مثل فرقه عمل میکرد، یک شربت گلابی درست کرد و داد، همه خوردن، همه مردند و جنازه‌شون هست. حالا من از این روحیه طنز شما خیلی خوشم میاد آقای سوردی، که همیشه در حتی بحث‌های جدی سیاسی هم این یکی از دلایل جذب شدن من به برنامه‌های شما همین بود، چون واقعا داشتم اصلا اذیت می‌شدم. بعد یه دفعه متوجه هم به شما جلب شد که شما با این روحیه طنزتون در واقع برنامه سیاسی شما شاید خیلی سیاسی تر از خیلی از برنامه ها باشه. شما لطف دارید، برای اینه که من برنامه‌م سیاسی نیست. من بارها گفتم مثل یه مهمونی که میشینیم اول از هوا صحبت میکنیم که آقا دو روز پیش خیلی سرد بود، امروز خیلی گرم شده، بعد یه دفعه هممون میایم راجع به سیاست صحبت میکنیم و هیچ کدومون هم ممکنه ندونیم. منم اینو صحبت میکنم، باز میکنم. اون نوشترم دیدید که یک اندیشکده ای فرستاد، من حتی اونم به اصطلاح انتقاد کردم. اندیشکده یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی وقتی میخوایم بریم باید کلمونو باز کنیم، مغزمونو بفرستیم تو اندیشکده. خب بگید مثلا مرکز تحقیقی، مرکز تجسسی، مرکز نمیدونم. دوستان یک جایی چیز میرن. حالا شما چون لطف کردید و تماس گرفتید راجع به همین پنج پرسش سوال کنید، من ازتون یه خواهش میکنم، این پرسش ها رو بخونید که چی بوده سوالش
بعد شما چی پاسخ دادید؟ مثلا اون اولی رو که گفتید من اولی رو قبول ندارم، بذارید ببینم اینجا آقای مصطفی زاده تو چیزش، یا اگه خودتون جلوتون هست بخونید لطفا اونو. بله، چرا انقلاب شد که خب همون چه عواملی باعث خواست مردم و نیاز جامعه در انقلاب 57 بسیار سوال خوبیه. چرا و چگونه خمینی به قدرت رسید بسیار سوال عالی است. چگونه به اینجا رسیدیم هم همچنین. این چهار تا سوال فوق‌العاده سوالای مهمی هستن. خیلی هم خوب. دیدید مثلا آقای مصطفی زاده نوشت ما به جایی نرسیدیم، ما همون بودیم که هستیم، اگه همین هم ادامه بدیم همین قایم بود که الان هستیم. ولی اگه شما میخواید بیشتر این 4-5 تا رو، چون برای من نوشته بودید که یا خودتون صحبت میکنید یا اگه درباره یه مطلبی دوستان سوال کردند و اینها، اونو به اصطلاح زیر ضربین قرار میدید باز کنید. اگه وقت میخواین بیشتر بذارید دوشنبه، چون من این هفته هم با آقای کاظم افشارها هستم، هم چهارشنبه با آقای یزدان خداوندلو هستم، امروز هم که دوشنبه بود با آقای حسن فیروزی بودم. حتما برنامه آقای حسن فیروزی رو هم نگاه کنید اگه ندیدید. الان بله خیلی خوشم اومد، ایشون واقعا از هموطنهای متفکر ما هستن. خیلی ممنون، ممنونم که از ایشون دعوت کردید. حالا من یه فیلمی از ایشون براتون نشون میدم، الان ندارم، ازشون خواهش میکنم بیارن برای من. توی 70 سالگیشون یه جشنی گرفتن با همون سمینار و اینها، راجع به خودشون و سرنوشتشون صحبت میکنن. امروز هم بهشون گفتم من اولین باری بود که سرنوشت یه هموطنی رو گوش میدادم اینجوری زار زار گریه میکردم که چجوری دین که باعث خوبی و خوشبختی و همبستگی باید باشه تو خانواده اینا اینجوری اختلاف انداخته. بله دیدیم توی کشورها، توی خانواده‌های به اصطلاح چیزای دیگه اختلاف انداخته، ولی توی خانواده اینجوری خانمه به خاطر اینکه شوهرش باهایی شده طلاق بگیره، بعد بچه رو مثلا بفرستن بگن خب حالا بچه رو بفرست شاد به خاطر بچه برگرده. اصلا ماجرایی که ایشون میگه، البته ایشون انقدر بخشنده و چیز شده گذشته از این حد که ناراحتی تو خودش، یعنی دلخوری تو خودش نگه داره، ولی حتما اونو براتون میذارم و نگاه کنید. بعض وقتا ماها از زندگیمون نق میزنیم و به اصطلاح ایراد میگیریم، ببینید که بعضیا چه زندگی‌های سختی رو پشت سر گذاشتن، ولی امروز چقدر قشنگ و راحت زندگی میکنن. من ساکت میشم، قول میدم ساکت باشم، شما صحبت کنید. بفرمایید. بر پیشنهادتون رو میپذیرم، روز دوشنبه در خدمتتون هستم، چون این موضوع خیلی مهمه جناب دولی. میخواین ساعت 11 با ما باشید به وقتش خودتون یا 12؟ 12 الان من اینجا روال همیشه گیر 12 PM Monday توی تقویم هم نگاه میکنم، امروز 17 میشه 24. زمنان اول برنامه من سعی کردم صدای کامپیوتر رو پایین بیارم، نمیدونم چی شده بود که موفق نمیشدم. ببخشید. خیلی ممنون از شما. اگه میخواین به طور کوتاه درباره این دو سه تا بگید، یا بذاریم دیگه همون دوشنبه قشنگ همینو هر موضوع دیگه، چون اون قسمت اصلا برنامه خود شماست. بله همونطور که عرض کردم این چهار تا سوال خیلی خوبه، بایستی ذره‌بین بندازیم یه کمی با دقت بیشتری. اتفاقا این پیشنهاد شما عالیه، برای اینکه یک چند روزی همه ما میتونیم روی این موضوع فکر کنیم. بسیار عالی. قبل از اینکه بری آقای سعیدی، یه دوستی به نام میهن آباد نوشته که این آقای سعیدی خیلی پرت و پلا میگه، انقلاب واقعا انقلاب بود، منتها بین راه آمریکا توانست ارتباطهایی با گروه رهبری کننده انقلاب برقرار کند و تا جایی که زورش رسید تأثیر بگذاره. از ایشون دعوت میکنم روز دوشنبه به برنامه توجه کنم. من نوشته ایشون رو از اظهار لطفشون پرت و پلا، همه ما در واقع همه ما انسان ها در یه مقاطعی ممکنه پرت و پلا بگیم. من که از صبح تا شب آقای سعیدی شما فیسبوک هم میایید میبینی برنامه ما رو، یا برات این نوشته رو فیسبوک رو ایمیل کنم؟ لطف کنید ایمیل کنید، من زیاد فیسبوکی نیستم. اوکی ممنونم ازت، امیدوارم شما هم به زودی فیسبوکی بشی. خیلی ممنونم آقای صابی، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. همچنین روز خوبی داشته باشید. ممنونم از تماس. خب دوستان عزیز، شما هم میتونید مثل آقای سعیدی نظرتونو بگید، ما هم پخش میکنیم، با ایمیل باشه میخونیم، یا میتونید مثل آقای سعیدی روزهایی رو 15 دقیقه، نیم ساعت،
به اصطلاح برنامه خودتون رو داشته باشید. تو اون برنامه دیگه خودتون اگر یه تاپیکی، یه موضوعی رو مهم دیدید در موردش صحبت کنید. نه ترسید، اگر من میتونم صحبت کنم شما هم میتونید، اگر آقای سعیدی میتونه صحبت کنه شما هم میتونید. و نمیدونم، البته گاهی وقتا میگم که من اگر یه بار دیگه از من بپرسن با همه این ماجرایی که این 18 سال مثلا توی تلویزیون کشیدم، آیا حاضرم همچین کاری انجام بدم؟ رو راست بهتون بگم نه. مثل خیلی ها که مخفی هستن، اون پشت هستن، هر بلایی میخوان سر شما میارن، هر اینفورمیشنی میخوان ازتون میگیرن، ولی شما نمیتونید بگید کی بوده کی نبوده. بذارید اینم دوستمون آقای خزایی اگه هستش بیاد صحبت کنه، اگه برنامه رو زنده میبینه. در هر صورت اگه اونجوری باشه این دفعه میرم به صورت ناشناس. حالا میفهمم چرا شاعران ما، نویسندهای ما همیشه مخفی بودن، برای که جامعه ما هنوز قدرت درک افراد رو نداره که آقا این اینجوری فکر میکنه، این رو هم میگه و دروغ نمیگه به خاطر خوشایند شما. ما دوست داریم طرف به خاطر خوشایند ما دروغ بگه. آقا سوربی هستم، بفرمایید. الو، سلام عرض میکنم آقای سوربی. سلام آقای خزایی، شما برنامه منو از اول امروز دیدی یا ندیدی؟ بله. اوکی. من اشکالای منو دیدی؟ و از برنامه آقای فیروزی هم مستفید شد. بسیار ممنون. اشکالای منو از خودت شنیدی؟ قبول داری این اشکالا رو یا نه؟ بله، من یادم تو همین تلفن ها گفتم که میخوایم بهترین صدا رو داشته باشیم. این از که من دو سه تو چیز داشتم اینجا، یکی با تلفن خونه، یکی با اینترنت، یکی با موبایل و وای فای. حالا یه پیشنهاد میکنم دفعه دیگه شما با همین سه تا تلفن ما و با همون سه تا تلفن خودت و اینها چند تا پیام بذار برای ما. اولا صدات میبینی خیلی قشنگ و خوب، ماشاءالله باید بری خواننده بشی. دوما اگه میخوای ساوند چک کنی اینجوریه، شما زنگ میزنی میگی که مثلا من حسن خزایی هستم، دارم فکری تهیه برنامه میکنم، الان ما داریم صدا رو آزمایش میکنیم، صدا 1 2 3 4، یک جمله هم میگی قطع میکنی، بعد با اون تلفن بعد من اینو میتونم تو برنامه برات پخش کنم، میتونم وقتی زنگ میزنی برات پخش کنم، خودت تشخیص بدی، یا خود من اگه دیدم واقعا صدا خوب نیست بهت میگم آقا این تلفن چی بود هی قطع و وصل میشد. مثلا اون تلفنی که شما گفتید یه مقداری قطع و وصل میشد، اونی که گفتی رو ان، بهترینش لندلاینه، بهترینش تلفنای همون قدیمی سیمیه، همون که الان دارم با همین زنگ میزنم. همین خوبه آقا، صدات اینجوری باشه من حاضرم سرمایه گذاری کنم بریم خواننده بشیم. خب من امروز آقای خزایی چون برنامه دو ساعته خودم رو کردم یک ساعت، برنامه چیز ندارم، ولی اگه شما چیزی داری بخوای بگی خیلی شورت و مختصر بگو و به ما بگو که ببینیم شما از کی این روزی 5 دقیقه 10 دقیقه خبرها رو برای ما میگی. خیلی هم ساده است، هر وقت وقت کردی شب نصف شب زنگ بزن به همین شماره تلفنی که الان زدی، این بهترینه. خیلی ممنون. اول که من دو تا چیز تو برنامهاتون دیدم، یکی صدای صندلی هست که توصیه میکنم یه خورده روغنش بزنید، کرونده ازم یه قیجه میده که شاید شما خودتون نشنوید. نه میشنم. دو صدای خودتون هست. بله. شما صداتون رو بیمه کنید و تازگی انشالله که رفت بشه، حالا یا به قولن با چایی یا با هر چیزی، اون شفافیت رو نداره. من یادم هست تو ایران که بودم میگفتن، من حالا نمیخوام بگم خیلی شورت میگفتم، گوگوش صداشو از دست داده. بله. یکی از مشکلات همین گلو هست که ممکنه به حساب بهش، حالا زیاد ازش کار بکشید هر عضوی باعث چیز میشه. این دوم بود. سوم من این که مزاحم تو شدم، دلم میخواد توی این میامه که الان روزای خوشی رو شروع کردم، چون مسئله سوشیال و مادرم خودم اینا حل شد دو سه روز پیش، شروع کنم، ولی کامپیوترم میخوام ببرم تمیز کنم با اون طریق از اون طریق، ولی 24 ساعت هم میتونم اگر کار دیگه نداشته باشم هر نیم ساعت یک ساعت چکار کنم، یک تیتری از آخرین خبرها بگم خدمتون، به قول همون ملاقه‌ای که میزنیم توی این آش ببینید چی سنگین‌تر میاد تایی باتون. ولی دوتون به خاطر این موضوع من امروز زنگ زدم که مسئله هیلاری کلینتون و این، هم شما حق رأی دارید، تو این پیامم گفتم هم من و ما، اگر که رأی نداده بودیم شاید کی اومده بود، اون مکین که میگفتن ایران چی میگفت بوم 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 بوم، اگر که بوم 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 زده بودن الان ایران از سوریه با این وسط اینا شاید بهتر بود. این است که باید این اونایی که میگن میخوام نمیدونم پاره کنیم و ورق و اینا رو با رأیمون چیکار کنیم،
معین کنیم. یعنی شما میگید مردم برن به هیلری کلینتون رای بدن چون آقای ترامپ بدتر؟ بله این یکی. و دوم بعضی وقتا ما یه چیزی به ممکنه به نظر اون برسه که حتی اون گروه تبلیغاتی و گروه هیلری هم متوجه نباشن. یه چیزی پر کرده بود 6 ماه 4 ماه پیش که هیلری صدای سگ میداد، شما هم چیزی شنیدید که اون میگفت، ترامپ میگفت که پوتین از پس پوتین بر نمیاد، اونم کشتیگی رو در زمین زد، اون پوتین کتک خورشو. می‌خواستم ببینم شما امکانی داره که به اینا راهنمایی کنید توی این دیبیت بعدی، بفرمایید که بهشون که این دوپینگی خود پوتین هست که هر از گاهی اگر یه از خلافکاری ها نکنه بس که حالش جا نمیاد که خودش، یعنی میگن مالستیشن و به حساب دستمالی کردن. بله خب یکی یکی نه آقای خزای خیلی مسائل بگی من دیگه گیج میشم، بذار یکی یکی برات بگم. اولا مسئله صدا، خوشحالم این صدات خوبه با این برنامه، همین شما داشته باش. مسئله اینه که اخبار رو هر نیم ساعت یه ساعت یه سرتیتری بنویسی خوبه، ولی بنویس بعد وقتی میخوای برای ما بگی اون 4 تا 5 تاش که مهمتر هست اونو بخون، مثلا 5 تا سرتیتر رو بگو بعد یکیش هم باز کن. این یک. در رابطه با صدا و گلوی من، مثل که شما روی میز منو نگاه کردی و این قرص های یا این آب نبات های مکیدنی که برای گلو درد هست دیدی، اینجا هوا 2-3 روز گذشته چنان سرد بود که ما بخاری ها رو روشن کردیم، امروز چنان گرم شده که ما از صبح ایرکاندیشن یا کولر رو روشن کردیم. یعنی انقدر هوا زود عوض میشه، بعد سنم که میره بالا نمیتونه بدن فوری تطبیق بده و عوض بشه. به خاطر همین من تا زور گلوم یه کمی اینجوری. در رابطه با اوباما، در رابطه با کلینتون، البته نه من، هر کسی میتونه با دفتر اینها، کمپین هیلری کلینتون، کمپین ترامپ، دفترهای کانگرسمن ها، بله این صدای صندلی هم هست، تماس بگیره و نظرشو بگه. ولی بذارید من یه چیزی رو حقیقی بهتون بگم، اینا از قبل فکراشونو کردن، افرادی که به عنوان تینک تانک باشون هستن. مثلا الان یکی از کسایی که خیلی به هیلری کلینتون سرخط میده همین آقای نخست وزیرشه، معاونش آقای تیم کین، و یکی دیگه فرماندار ایالت ویرجینیا آقای مکالف، اونم از اینا هست، اونا دورشون هستن و برای اینکه تظاهر کنن بله ما صدای شما رو هم شنیدیم، یه فرمای حاضر کردن، شما تا ایمیل بزنی یا تا تلفن بزنی پیام بزنی بهت جواب میده، یه دختر خانم یا آقا پسر 19 ساله که اونجا مجانی کار میکنه، بله ما پیام شما رو گرفتیم و به قول اینجایی ها کانسیدر میکنیم. عزیز من آمریکا، اون آمریکایی که تو تصور من و شما بوده الان دیگه نیست. آمریکا این کورپوریشن ها، این ماجراهای شرکت های بی وطن برای که پول ندن به آمریکا رفتن یه جای دیگه، اینا انقدر اعمال نفوذ میکنن که دیگه اینها نماینده مردم نیستن. خانم هیلری کلینتون درسته که از 17-18 سالگی از مدرسه شروع کرد، از حقوق افراد متوسط دفاع کرد، ولی الان که دیگه میلیونر و میلیاردره این دیگه درد من و شما رو نمیفهمه. شما امروز با خوشحالی گفته بودی که مشکلت حل شد، برنامه مادرت تونستی الان براش سوشال سکیوریتی اینها رو ردیف کنی، و باز تو همین تلفنی که زدی گفتی من الان خیالم راحت شد. اینا خیالشون راحت و آسوده است، هیچ نگرانی دیگه ندارن، و به همین خاطر برخلاف این که شما میگید شما میرید به هیلری کلینتون رای میدید چون یه رای از ترامپ کم میشه، من اینو قبول ندارم. من میگم با رای ندادن رای میدم که اینها مورد صلاحیت من نیستن، اینها نماینده من نیستن. حالا کی درست میگه کی غلط میگه، به خاطر یه رای من ممکنه تو ویرجینیا رو که باخت تیز ترامپ، یعنی اصلا دیگه رای ما مهم نیست و دیگه هم تبلیغ نمیکنه اینجا. آیا جناب سوری میون کلامتون شکر، آیا دور قبل شما رای دادید به اوباما و مکین؟ اولیش بله، اولیش رای دادم. اگر شاید مکین فرض کنیم میمد بالا، سیاستش چی بود؟ یعنی من فکر میکنم رای ما تأثیر داره. نه آخه ببینید
اینجا اتفاقا من پریشب با یکی صحبت میکردم، میگو آقا اینجوری نیست که ما مثلا ترامپ میگه اینجا میاد، اینجا استبلیشمنت که میدونی یعنی یه دستگاهی، یه چیزی که جا افتاده، وقتی میاد اینا باید با اون استبلیشمنت کار کنن، با اون چیزی که وجود داره. حالا اگه شما میخوای بگی 300 نفرن که دنیا رو کنترل میکنن، بگو 300 نفر. اگه میخوای بگی بانک‌ها و اینشورنس‌ها هستن، بگو بانک‌ها و اینشورنس‌ها. اگه میخوای بگی یه عده هستن، اصلا چی میگن، موجودات خارجی هستن، فراماسون هستن، هر چی. ولی شما به نظرت اوباما تمام حرفایی رو که زد و دوباره نه نه اون حتی الامکان بود، بالاخره با این قراردادهایی که بستن و این مال مسائلی که اختلافاتی بود، من فکر میکنم هر ایرانی حالا طرف هر جا که بود این یه مقداری راحت شد از اینکه مسائل دیگه بیشتر چیز نمیشه. به هر حال از این مسئله بگذریم و مسئله این بود که این دوپینگی که الان آقای ترامپ مطرح کرده، دوپینگ دولتی رو اگه تایپ کنید تو اینترنت، روسیه هست و پوتین هست و دوست خود همه آقای ترامپ هست. آقای کلمه این... دوپینگ رو برای ورزش رو اینا استفاده بله بله میکردن. دوپینگ یعنی یه تزریق چیزی یا یه مواد غذایی میخورن که نیروزا هست، حتی همین قرصی که شما میخورید یه نوع مثلا آرامش موقتی میده به گلوتون، بله. بعد دوباره مشکل هست سر جاش. به هر حال خیلی ها رو ورزش کارهای توی روسیه که حتی میگن دوپینگ دولتی، یعنی سیستمی بوده که ورزشکاراشون چیز میشدن، خودشونو موقتا قوی میکردن و برنده میشدن. منظورم به این که الان ایشون میگه هلاری دوپینگ میکنه، خود دوپینگی دولتی کسایی هستن که دوست آقای ترامپ هستن و اون به قولن و خود ترامپ توی اون چیزی که من خدمتتون اشاره کردم دو سه ماه پیش که میگفت پوتین، نمیدونم شما اون اینو عیدو دیدید یا نه، که پوتین اون رقیبشو میزنه زمین، بعدن هلاری میخنده و صدای سگ میده. بله اینا رو اینا رو ساختن، دیدم اون اون بله جودو هست. بله شما اگه فکر کنید بهش بگید که آیا تو فکر میکنی میتونی پوتینو بزنی زمین، پوتین هیچی. آیا میتونی اون کتک خورشو بزنی زمین؟ این است که یه مقدار میگن راستی آزمایی از این نظر. و در این حال ممنون میشم اگر که تو بفهم، چون انو ایمیل ندارم، شماره یا چیزی رو که بشه کمپین اینا رو باهاشون تماس بگیریم اون به من بدید. ببینم با این شماره میتونم تکس، یا گفتی این شماره خونته، با اون شماره 949 میتونم تکس کنم؟ بله تکس کنید یا تماس بگیرید خوشحال میشم. وقتتون رو میدونم امروز بهره مند هم شدیم از سخن آقای فیروزی، ایشون هم میشناختیم تو تلتون آپادانا و اینا. بله ولی به هر حال موفق باشید، ما هم یواش یواش داریم میایم در خدمتتون. اوکی ممنونم از تماست، ولی گوش کن برنامه رو چون الان دوستان اعتراض کردن، از کالیفرنیا برات میخونم و من جوابم میدم. مرسی عزیز. بله من هستم در خدا نگه. خدا. خب آقای حسن خزایی با پای خودت اومدی یه جایی که حالا بیرون رفتنش مشکله، هم شهری من کمی الان بهت گفتم اگر با این تجربه ای که پیدا کردم امروز از من بپرسن، اگه اینو میدونست، یه آهنگی هست اصلا میگه من آرزو میکنم اون چیزی رو که امروز میدونم اون موقع میدونستم. سعید از کالیفرنیا میگه که ای بابا این همشهری شما چه سوالایی میکنه، هیچ کس حق نداره از کسی سوال کنه به چه کسی رأی میده. نه 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 سعید تو اروپا داری زندگی میکنی، تو اروپا حتی زن از آقا و از شوهرش نمیپرسه، ولی تو آمریکا من از وقتی اومدم اتفاقا تعجب کردم پشت ماشینش مینیسه مثلا اون موقع کی بود، مثلا مینیسه بوش یا کلینتون، اون موقع زمان پدر بوش پدر، بعد یا مثلا در خونه ها که رد میشی مینیسه من به فلانی رأی میدم. اصلا تفاوت آمریکا همینه، این باز بودنشه. و اگه شما دقت کنی این بنده خدا آقای خزایی اصلا به من نگفت شما به کی رأی میدی، من بهش گفتم، گفتم منظور شما اینه که اگر ما به ترامپ رأی به هلری رأی ندیم یعنی به ترامپ رأی دادیم. حالا اینم اضافه میکنم اونایی که اینو میگید، چون خانم شایسته الهامی هم یه جورایی اینو داره با نوشته هاش میگه، اگه من اشتباه برداشت کردم خانم الهامی لطف کنید برای من بنویسید تا من به اصطلاح خودم رو تصحیح کنم. شما با این نوشته ها، با این حقایقی که از هلری و پلیدی هلری و خانواده کلینتون نشون میدید،
منظورتون اینه که به ترامپ رای بدن، چون میگید ترامپ ماکسیمومش میره با زنها نمیدونم به زور فلان میکنه، حتی یه کاریکاتوری ساختن دست کرده زیر دامن لیبرتی، مجسمه آزادی، که این بهترین کاریکاتوری که من دیدم، یعنی این داره تجاوز میکنه به سمبول آزادی. ولی من سعید جان گفتم که من با وجودی که برای هیلری کلینتون کار کردم، برای دموکرات ها از موقعی که تونستم رأی دادم بیشتر برای اونا رأی دادم، هنوز هیچ وقت به ریپابلیکن ها رأی ندادم، ولی این بار میخوام پیرو جورج کارلین بشم. جورج کارلین میدونی که گفت که اونی که رأی نداده بعدن حق داره یقه اینا رو بگیره، حق داره یقه دیگران رو بگیره، ولی اونی که رأی داده، ببین الان ما چون به اوباما رأی دادیم دیگه گفتیم این بلده، این بره جلو، مثل کلیمی هایی که حضرت موسی رو انداختن جلو، گفتن این مهندس راه ساختمانه، جادارم خوب میشناسه، گشتن 40 سال اینا رو گم کرده، جایی رو که امروز ثابت کردن. 2 هفته شما اگه راه بری این مسیر رو، من نمیدونم والله این دوستان کلیمی منطقشون چیه، در صورت نه سعید این قسمت با شما مخالفم، و هر کسی حق داره که بپرسه شما در انتخابات آینده به کی رأی میدی، و شما حق داری که بگی که من دوست ندارم در این مورد صحبت کنم، یا اینکه با افتخار وایسی بگی من به این رأی میدم به این دلایل، شاید تو بتونی نظرش عوض کنی، یا بگی که من رأی نمیدم به این دلایل. برای انتخابات محلی چون هست، نمیدونم میخوان مثلا اینجا رستوران که میری یه مالیاتی اضافتر بگیرن، خب این کاری که بکنن فروش رستوران ها کم میشه، طرف به جایی که بره رستوران میگه ای بابا ولش کن، هم مثلا مکدونالد یه چیزی میخوریم فلان، نه این به اونا ضرر میزنه، در صورتی که شما میتونید مالیات یه جای دیگه بگیرید، از بنزین، از این، هر کسی یه نظری داره. ولی نه، ایشون سوال نکرد از من، من برداشت کردم که این درست میشه مثل اون ماجرای گفتن هر کسی با بوش گفت، بوش احمق اینو گفت، گفت هر کسی با من نیست پس برخلاف منه. نه آقای بوش، من با شما نبودم و نیستم و نخواهم بود، به دلیلی که شما آدم جنایتکار دیوانه روانی بودی هستی و دنیا رو تو به این روز انداختی، و بر علیه تو هم نیستم چون قدرتی ندارم، یک دو، من بر علیه آدم جنایتکار و دیوانه من میخوام چه کار کنم؟ شما طرف رو گرفتید و به دلیل اینکه یه ساعت داشته، ساعتش نوع سیتیزنی بوده، که برید بخونید دوستان، 69 نفر یه همچیزی الان توی زندان گوانتانامو هستن، و ببینید سالی مثل که نمیدونم چند میلیون دلار یا چند میلیارد دلار خرجشونه، بعد ببینید اتهامشون چیه. اتهام مثلا یکیش اینه که ساعتی که داره شبیه ساعت اون کسی که بمب منفجر کرده، خب تلفنی هم که من دارم شبیه تلفن کسیه که مثلا رفته گذاشته با قابلمه زودپز بمب منفجر کرده، پس منم باید بگیرن؟ اینا هستن که دنیا رو به این درجه از آشوب ناامنی رسوندن، و بعضیا متاسفانه حالا چون رسیدن به انتخاب بد و بدتر، میگن برای که بدتری نیاد بریم به بد رأی بدیم. نه ای کاش ما قدرتی داشتیم که میتونستیم بیشتر مردم رو چیز کنیم که بفهمن آقا اگر 50% مردمی که میتونن رأی بدن نمیان رأی بدن، یعنی اونها نماینده ندارن، یعنی شماها رپرزنتیو تیم چی میشه تو ایرانی، نمیدونم، همین نماینده میشه، یا کسی که یه چیزی رو برای یه گروه عنوان میکنه. این صندلی هم والا این صندلی نو رو آقای اجلالی به ما داد، فکر کنم صدا میداده داده ما، در صورت نمیدونم کجاش روغن بزنه، حالا یه اسپری میزنم توی میبرمش توی گاراژ، اسپری میزنم سیلیکان ببینم این صدا میشه، امیدوارم از وزن زیاد نباشه. بله، از اینکه صدا شفاف و واضح و اینا، گاهی وقتا اون سیستمی که شما گوش میدی باهاش عوض کن، مثلا میبینی با اون سیستم تلفن شما خوب نمیشنوی، ولی اگر رو فیسبوک ما رو ببینی یا بری روی مردمتیوی.com مستقیما ما رو ببینی، ممکنه صدا بهتر باشه. چشم، من سعی خودم رو میکنم. بله، 100 people who changed the world، این صحبتی بود که آقای حسن فیروزی کرد. ممنونم از علی آقای شیرازی، همشهری عزیزمون، که الان فرستاده، و چون آقای فیروزی گفته بودن که اون 100 نفر
اولیش اسم حضرت محمد بوده، ایشون اینو فرستاد که نوشته اون اولیش جیزوس کرایست یا همون حضرت عیسی مسیح خودمون بوده. ببینید اینقدر از این لیستا هست. آقای چیز گفت که 100 نفر که مؤثرترین بودن دنیا رو عوض کردن با مؤثر بودن فرق داره. آقا من بارها به این دوستان میگم، میگم شما بشینید هی بگید حضرت محمد با 6 ساله نمیدونم تجاوز کرد فلان، آقا اینا رو بریز دور. تو امروز تو قرن 21 با این همه وسیله 20 نفر رو نمیتونی جمع کنی، 20 نفر رو نمیتونی جمع کنی. چجوری این نصف دنیا رو گرفت، تا اسپانیا رفت، نمیدونم تا اونجا رفت؟ خب از خودتون سوال کنید. و حالا اگه شما هی بیای تو این جلسه بگی این به دختر 6 سال تجاوز کرد، حالا میخوای چیکار کنی؟ بری قبرش هم که میگن نه نامیدین، میخوای قبرش رو پیدا کنی بیاری، اسکلتی هم که دیگه نیست، خاکش رو اعدام کنی دوباره، این که مرده، هدفت از این چیه؟ ولی برو ببین تو آقای لاجوردی، حسین لاجوردی و دیگران 30 روزه میخواین ایمیل بفرستین که 20 نفر رو جمع کنید توی کانادا. آخرم ببینید تا جمع شدید بعدش چی میشه. همینایی هم که حالا تازه بلند میشن میان اونجا، اولا یه سریشون دارن میان ببینن چه خبره، ببینن شاید یک نمدی باشه، از این نمد یک کلاهی برای خودشون بسازن. این همه سمینار گذاشتید به کجا رسیدید؟ 20 نفر رو نمیتونید جمع کنید. حالا آقای مینوی قشنگ میگه، میگه آقا اومده دیده یه عده آدم گرسنه هستن، گفته هر کی بیاد برای من به جنگه هر چیزی گیرش اومد 80% خودش برداره، خمسش که 1/5 میشه 20% به من بده. خب یکی بگه چرا پادشاهای ایران این کارو نکردن که جلو اینا وایسن؟ چرا؟ پس اون تأثیر گذار بوده. اون تأثیر گذاشتن با دنیا رو عوض کردن فرق میکنه. بعد تازه میگه که این دوستان هی اصرار کردن که این اسم رو بیارن بالا، یعنی اسم عیسی مسیح نفر اول باشه، اون یهودیه قبول نکرده. حالا ممکنه یکی دیگه یه لیستی ساخته برای خودش اینو گذاشته نفر اول. بهتون گفتم یه بار آقای حخا، این آقای دکتر یزدی خودمون، برای من یه لیستی فرستاد، گفت که آقا این لیست افرادی هست که از بانک دزدی کردن، پول بانک خوردن و سرمایهشون اینو اینه، و اینو CNN پابلیش کرده. گفتم آقا این CNN نیست، این آی ریپورت، یو ریپورت، من ریپورت، هر کسی میتونه اونجا هر آشغالی میخواد بنویسه. بعد بهش گفتم تو متوجه شدی نفر پنجمیش خودت بودی؟ گفت نه. گفتم بیا این لیست. گفت اینو کی نوشته؟ گفتم حالا فهمیدی، اینو من الان اضافه کردم، شما میتونی اسم منو اضافه کنی. بینیسی سوربی هم 20 میلیارد دلار در سوئیس بانک داره. اینا فایده نداره. اون زمان اون کسی که اون لیستو فرستاد به قول خودشون از یکی از ناراضیای داخل بود که اون لیسته چه تأثیری گذاشت، لیستی که مثلا در زمان شاه دور بانک ملی مثل که اون لیستو چیز کرد. در صورت گفتنی ها بسیار، وقت کم، و از همتون ممنونم، از سعید عزیز ممنونم، از آقای حسن خزائی ممنونم، از آقای علی شیرازی ممنونم، و ببینم باز براتون چی گذاشتم اینجا. همین آقای علی شیرازی و هم روی فیسبوک خانم شایسته الهامی این ویدیو هست. یه خانمی، بذارید عکسشو نشون بدم، ما دیگه والا از این یوتیوب چنان وحشت کردیم که میترسیم. بذارید صداشو ببندم. بله، این نوشته رو بهتون نشون میدم که بزنید خودتون روی گوگل پیدا کنید، نگاه کنید. نوشته که اولا ویدیو رو یک کسی گذاشته که اسم خودش رو گذاشته شارک 87، یعنی کوسه 87. بعد نوشته A lady in UN Council reveals the reality of Syrian conflict. میگه یک خانمی در شورای ملل متحد ریویل کردن، یعنی فاش کرد، نشون داد درباره این کانفلیکت، هم یعنی وقتی یه جای مشکلی پیش میاد، مشکل سوریه رو توضیح داد. حالا من این خانم رو گوش دادم. این خانم میگه که 100% اینایی که بر علیه بشار اسد هستن یاغی هستن، مزدورای دولت‌های خارجی هستن، و الا مردم سوریه اگه اشتباه نکنم حتی تأکید میکنه که 100%شون
طرفدار آقای بشار اسد هستن. برای خانم الهامی نوشتم این شما رو یاد رای گیری های صدام حسین نمیندازه که میگفتن 99 نفر بهش رای دادن؟ این 100% این 99% اینجوری خطرناک، برای که نشون میده طرف دیکتاتوره، حاضر نیست بگه آقا من محبوبیتم 50%. 50% خیلی خوبه، چون اون 50% دیگه تقسیم میشه بین همه، ولی اینا چون دیکتاتورن، چون ذاتشون ترسو بزدل و دروغگو هست، میگه نه 100% طرفدار منم. آقای بشار اسد، شما 100% مردم طرفدارتن تو کشورت؟ اگه اینجوری بود که به این روز نمیافتادی. بعد این خانمه که ولی من خودم دوست سوریه‌ای داشتیم، مهمونی بودیم، خانمه گفت که یعنی داشت یه جورایی میگفت که اینا هم که این کارو میکنن به اصطلاح نمیفهمن. ببینید اون فرق میکنه بگه این نمیفهمه یا این پی یه طمعی، یه چیزی، اتوبوس مجانی، خونه مجانی، حقوق نفت، یه چیزی اینجوری داره میره. ولی این که بگن 100% موافق بشار اسدن و اینا همه یاقی و مزدور و اینا هستن، همینجا شما ویدیو رو ببند بگو نخواستم. یه بار دیگه بهتون نشون میدم، برید ببینید این ویدیو زیرش نوشته. اولا بزنید شارک 87 میاد، یا بزنید A lady in UN council reveals the reality of Syrian conflict. این هم از این ماجرا. خب و اما بعدش چی هست؟ اینو ببندم و دفتر دیگه ای باز کنیم یا صفحه دیگه ای باز کنیم. بله، این پیامای آقای خزائی رو گذاشته بودم اینجا که پخش کنم، که خوشحالم خودشون امروز بودن و زنگ زدن، ممنونم از این بابت. بله، یکی دوتا با ستا. و اما عارف صابری مؤلف و مخترع نابینا میگه به لبه پرتگاه رسیدم ولی بازگشتم. درباره نابینایان من یه ویدیویی دارم، امروز تا 4:30 من با شما باشم، یه ویدیویی دارم که آقای سفر دادور لطف کردن اینو از خانه سالمندان ایران گرفتن، با خودشون آوردن و به من دادن. و نمیدونم، حالا باز دوستان گفتن که مثلا ما نگیم، ولی دلم نمیاد. آخه شما لطف میکنید، یه دوستی وقتی که ما گفتیم که دوربینمون رو اینها میخوایم HD کنیم و اینها، یک دوربین سونی CX675 خرید و داد به من و گفت که لازمم نیست اسم منو بگی، من برای معروف شدن و برای اینها کار نمی کنم، ولی چون میبینم شما وقتتو میذاری، خب منم اینجوری میتونم کمک کنم. اتفاقا یه شنبه وصل کردم، بعد دیدم که باید یه دستگاه دیگه باشه، دوربینای جدید، و ما نمیتونیم با اون سیمای کامپوزیت یا زرد و سفید و قرمز وصل کنیم به سیستممون، باید یه سیستم جدیدی باشه. دارم روی اون کار میکنم، ولی الان بهتون بگم که این تصویر دوربینه رو ببینم اگر بتونم اینجا بیارم، فقط تفاوتش رو ببینید که چگونه است. مثل این که نمیتونم، متاسفانه بلد نیستم الان بیارمش اینجا، حالا یه وقتی دیگه وقتی وصل کردیم. الان اگر تا اینجا شما میبینید، بزنم این یکی، حالا این اگه تا اینجا میبینید، اون موقع با اون دوربین تا اینجا میبینید، میبینید دست من دیگه نمیبینید، اون موقع دست منم میبینید، بهش میگن واید اسکرین، یا صفحه تلویزیونتون یادتونه اون وقتا مربع بود تقریبا، الان مستطیل شده، هر روزم از این وری بیشتر میشه. میگن وقتی اینجوری باشه شما بیشتر به اصطلاح چشم انداز داری، پرسپکتیو یا پانورامیک حتی میشه، پانورامیک دیگه خیلی باز. حالا بیاریم براتون اینجا عارف صابری رو بخونیم، بعدم اون ویدیوی آقای چیز رو براتون بذارم، آقای سفر دادور با عکسایی که لطف کردن فرستادن، و ازش خواهش کنم یه روزی بیاد. باور کنید این اینقدر ساده، اینجا شب و روز کار میکنه، دیروز که یه شنبه بوده رفته کار کرده، بعد پولاشو نمیره به اینو اون پوز بده، مثلا یه رقاصی، حالا چه عرب چه ایرانی، خانم گوگوش میاد اینجا بره حتما ردیف اول بخره، میره ایران عصا میخره برای کورا نابینایا، میره ایران براشون یه وسیله میخره که مادره که پسرش کوره، نابینا و ناشنوا، با این میتونه به بچهش بگه که مثلا الان غذات حاضره بیا داخل، یا خوراک اینجوری، اصلا اینی که بتونن با هم صحبت کنن، این میره اون وسایل میخره. حالا من
چون لطف کرد چند تا عکس فرستاد و ویدیو فرستاد، بعد امروز هم یه نفر اینو برای من فرستاد، عارف صابری مؤلف و مخترع نابینا، گفت یا نوشت که به لبه پرتگاه رسیدم ولی باز نگشتم. این میدونید که نابینایان اینجوری دستشونو میذارن روی این بریل بهش میگن برای نوشتن و اینها. بعد نوشته تعدادی بازی فکری برای معلولان به ویژه نابینایان طراحی کرده است. ببخشید وقتی عدسمون میمد آب خوردین نیومد حالا اومد. اصلا سرما رو خوردم آقای خزایی، شما مثل یه دکتر نظر دادی، ما زور میزنیم حرف بزنیم ولی حال نداریم، سرما رو خوردیم. میگه 11 اکتبر روز جهانی عصای سفید، روز توجه به مشکلات مبتلا به نابینایان است، روز پاسداشت همه آن تلاش هایی است که آنها انجام دادند تا زندگی همه ما را رنگین تر و زیباتر باشد. عارف صابری یکی از آنهاست، محققی که یک دم از تلاش و فعالیت برای هموار کردن مسیر زندگی نابینایان دست بر نداشته. او متولد 1351 شهر اصفهان و تا شروع دانشگاه از بینایی کامل برخوردار بوده و در مدارس عادی تحصیل می‌کرده است. صابری تألیفات و ابداعات بسیاری دارد، بازی‌های فکری مخصوص نابینایان، ابزارهایی که تراشکاری و نجاری را ساده‌تر می‌کند و کتاب‌هایی در خصوص آنچه که زندگی نابینایان را به مسیر هموارتری هدایت می‌کند. مصاحبه کردن باهاش. حالا اجازه بدید من بیام این ویدیوی آقای سفر رو براتون بذارم. حالا از نابینایان بریم به طرف، بذارید ببینم اینه سفر ویدیو، بریم به طرف سالمندان و ببینیم که مثلا آقای سفر وقتی میره ایران به جای قمپوز دار کردن به این و اون که آقا پات برسه به آمریکا من اصلا برات ویزا میگیرم، تو وایت هاوس هم یه کاری برات میگیرم، دروغ بهشون میگه آقا آمریکا مثل اینجاست، عمری کار باید کار کنی. و ببینید مثلا رفته توی خانه سالمندان، اینو شما نگاه کنید دوستان، اگه پولدار هستید ببینید چند پول باید بدید تا یه نفر اینجوری خوشحال از ته دل نیم ساعت، ربع ساعت، 5 دقیقه بخنده، شاد باشه. ببینیم برگرد. بسه دیگه، دیدید اینجا لابد چون ایران دیگه چیزه، خانه سالمندان، مردا جدا، خانمها جدا، در هر صورت رفته اونجا جشن تولدی هم بوده. و جالب اینه که آهنگی که میذاره راجب شادامد اینها هست و چند تام عکس برای من فرستاده، ببینم اینجا بتونم پیداش کنم. مثلا ببینید یه وسیله خیلی ساده و ارزونی رو میگه میتونن دوستان هر کی میخواد بره ایران اینا رو ببره، نه محدودیت چیز داره، نه کاری به این چی میگن سانکشن و اینها داره. و بذارید اینجا و نگاه کنید، مثل ماوس هست که من و شما میگیریم تو دستمون، کامپیوتر، اینو میندازم به گردن اون
نابینا، بعد اون با فشار دادن یه دکمه ای نمیدونم زمان میفهمه، با فشار دادن یعنی اینا رو حتما میتونن برنامه ریزی کنن. و اینا الان به یه جای رسیدن دوستان، مثل من و شما که ماشینامون نویگیشن داره یا تلفنامون نویگیشن داره، میتونیم بگیم آدرس فلان رستوران، آدرس فلان اداره، بهمون میگیم میخوای با ماشین بری، با اتوبوس بری، با پای پیاده بری. اینا هم دارن این کار انجام میدن. چیزی که هست چون اونها نابینا هستن یا ناشنوا هستن، یه مقدار مشکله و پرخرجتره. به من نشون داد این عصاهای هست، سه قسمت میشه. میگه اینها نوعای مختلف داره. میگه تو ایران ارزونشو از چین آوردن، چپ و راست میشکنه. بابا بابایی که خانواده یکی توش نابینا هست پول نداره اینا رو بخره. میگه جنسای بهتریش هست که از کربن، من اول فکر کردم فایبر گلاسه، میگه نه از کربن ساختن. میگه اینا خیلی خوبه، پایینش یه چیزی مثل بوربرینگ یا چرخ داره. بعد میگه که من پول نمیخوام از دوستان بیننده. میگه آقا یک کسی اگه میخواد بره ایران 5 تا از این عصاها رو من میخرم، اون ببره. چون وقتی من میخوام همه اینا رو ببرم سنگین میشه، اذیتم میکنن، میگن یه مثلا چی بیشتر از 2 تا چمدون نمیتونه ببره. دستگاه‌های بذارید این عکس‌ها رو بهتون نشون بدم، بریل که همینایی که مینویسن و اینها، میره اینجا دستگاه‌های کهنه رو میخره، 2 تا یکی میکنه، وقت خودش، پول خودش، اینا رو از اینجا میکشه میبره ایران، میده به اونها که بتونن بنویسن چاپ کنن. الان بهتون نشون میدم خونه‌شو، اومده اصلا خیلی هم جالب گفت، مثل چیز احتیاج نیست که آره براتون یه چیز میگم، یه دفعه حرف تو حرف میاد. یه دفعه یه نفر من گفت که آقا من هر وقت تلویزیون تو رو میبینم یاد تلویزیون آزادی و آقای فاضلی و دوستاش میفتم که یک ماه فقط فیلم نشون میدادن، پوز میدادن به تلویزیونای دیگه که ببینید استودیوی ما چه کرده. از روز اولی هم که باز شد دعوا و دزدی تا آخرش هم بسته شد. این باز سفر دادور، سفر دادور رو توی برنامه های تلویزیون مردم دیدید، اسمش رو روی گوگل تایپ کنید میبینید. اینجا کارمنده، کار میکنه، رشتهش فنیه و اینم همون برنامه، احتمالا این باباش هست چون بابا رو برده گذاشته خانه سالمندان. بعد میبینید که واکر، حالا این واکرها رو تو ایران هم میتونن بسازن. بعضی وقتا شما اگه یه چیزی بفرسی اونجا کپی میکنن یه چیزی میسازن، اقلا دست اینا فعلا چیز باشه، کارشون امورشون بگذره. ولی بذارید من خود استدیو یا خونه اینو نشون بدم، باز برمیگردم. دوستان شما لازم نیست این توی کتابخونه های دانشگاه، توی کتابخونه های معمولی میره یاد میگیره، تحقیق میکنه، میبینید این دستگاه ها، این پرینتر ها، این دستگاه بریل که همون نابینا ها باش تایپ میکنن، مینویسن. اینا میبینید مثلا اینجا 6 تا هست، میگه خب یه نفر به من بگه آقا من دارم میرم، یه ساک مال خودمه، یه ساک اینا هم که آهنه، من توش نه مواد مخدر میخوام قایم کنم نه چیزی، اصلا بیاد واز ببینه بره. این پایین هم میبینی عصا، اینا رو میذاره جمع میکنه، با پول خودش میخره. هر از مدتی که میره اونجا، اینا هم کار به اون چیزهای قانونی آمریکا و اینها نداره، جز به دارو و اینها هست. میگه حتی با پستم میتونم بفرستم، ولی با پست چون سنگینه گرون در میاد. و خودش میشینه، وقت خودش، پول خودش، کار میکنه. بعد یک جوونی رم که اینم یه عکس دیگهش بفرم، یه جوونی رم که 18 سالشه و یک بیماری گرفته که ماسل یا ماهیچه‌هاشو از دست میده، این را هم مدارک و پرونده‌هاش آورده که من اینجا برای چند تا از دوستان فرستادم، از جمله خانم زنوسی و دکتر عباس، حتی دکتر رنجبر. ولی آقای دکتر رنجبر تو اون قسمتی هست که اونایی که دست و پا ندارن، اینا براشون دست و پای مصنوعی درست میکنه. در اصل اگه شما یه کسی رو میشناسید، آدم خیری هست، حاضر هست به یه کسی کمک کنه. البته باز خود سفر میگه تمام دکترایی که اینا بردن تو ایران گفتن این دیگه چون سنش 18 ساله به اصطلاح اون مرض دیگه چیز شده و امیدی نیست، ولی you never know، به قول معروف شما هیچ وقت نمیتونی بگی که امکان نداره. یه وقت ممکنه یه راه جدیدی باشه و اینها، اگر کسی مایل هست کمک کنه
بگه. با خانم زونوسکی تماس گرفتم، خانم زونوسکی گفت ما الان یه طرح و پروژه دیگه‌ای داریم که من فعلا در قسمتی نیستم که به بیماران و اونایی که احتیاج دارن، چون میدونید خانم زونوسکی میرفت ایران این بچه‌ها رو برمی‌داشت میبرد حتی دبی و این ور اون ور، جراحی، بیمارستان، همه کارها رو به خرج خودشون، همسرشون و دیگران که کمک میکردن انجام میدادن. اینم از این. و اما فتوا، حالا اون ور خوندیم آدمای نیکوکار، حالا بیام سراغ این آدمای پلید. و چه تصادفی که این هم نابیناست، این کسی که فتوا داده، حالا ببینید چه فتوایی داده. میگه که فتوای رئیس شورای علمای اسلامی عربستان که یک نابینا هست. اولا قیافه رو ماشاءالله نگاه کن. دوما صحیح نیست مرد دست زنش را در بازار در دست بگیرد، زیرا این فعل شباهتگری به کافران میباشد. اما میتواند زنش را با طناب راهنمایی کند که گم نشود. یعنی این سگ که گردن چی میگن افسار میندازی دست میبندی، والله اصلا من نمیدونم چی بگم. لا یجوز الرجل نمیدونم المسلک فلان، نتیجهش اینه. این دوستمونم عربی وارده و ترجمه کرده، ممنونم از ایشون. خب لابیگر اتمی ایران گفته اوباما در پی رفع موانع اجرای برجام قبل از ترک کاخ سفید است. این بعضی وقتا این کلمه لابیگر رو ما خوب استفاده نمی کنیم. لابی بودن، لابیگر بودن برای یک چیزی بد نیست. ببین اون چیه؟ یکی میخواد لابی کنه که مردم بدبخت بدهکار، کردیت کارت نمیدونم هر دفعه اینجوری بده، اگه مثلا پول ماشینش نداد ماشین شش بگیری خونش هم توقیف کنی، یا یکی میخواد لابی کنه. اینجا نوشته که، بذارید از رو خودش هم بخونم هم بهتون نشون بدم. و کم کم دارم بیحال میشم آقای خزایی، گفتی مریضم، منم مریض شدم. اون وقتا ما این اذیت رو میکردیم تو مدرسه، با دو سه تا از دوستامون قرار میذاشتیم، یکی اون میرفتیم جلو به اون میگفتیم که چرا امروز رنگ رود اینجوری شده، میگفت چیزیم نیست، گفتیم نه بابا اینجوریه. اون یکی دیگه هم که با ما بود میومد، بعد اونم همینو میگفت، بعد ما میگفتیم دیدی آقا بهت گفتیم یه طور شد، بیچاره رو تو 10 دقیقه 3 4 تا ناخلف مریض میکردیم میرفت. حالا اینم آقای خزایی به ما گفت گلود اینجوریه. من البته صبح واقعا قبل از برنامه آقای چیز خوردم یه دونه از اینا. لابیگر اتمی ایران اوباما در گفته اوباما در پی رفع منابع اجرای برجام قبل از ترک کاخ سفید است. حسین موسویان دستورالعمل جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا را تلاش اوباما برای حل موانع اجرای برجام قبل از ترک کاخ سفید عنوان کرد. این آقای حسین موسویان کتاب نوشته، اسمشو بزنید، ویدیوهای بسیاری هست و اگه اشتباه نکنم توی دانشگاه هم درس میده. حالا چجوری این رو به عنوان لابیگر مثلا این دوستان معرفی میکنن من نمیدونم. لابیگر بودن چه شرایطی باید داشته باشی تا بهت بگن لابیگر. حسین موسویان مذاکره کننده هسته‌ای پیشین رژیم ایران دستور گفت، همونو تکرار میکنه. بعد میگه که حسین موسویان دوباره با اشاره به دستور عمل جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا که بر اساس آن معاملات با ایران بر پایه دلار تا زمانی که وارد نظام آمریکا مالی آمریکا نشود آزاد خواهند بود، اظهار داشت این اقدام آمریکا یک اقدام مهم در رفع موانع اجرای بهینه برجام است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا دو دستورالعمل مهم درباره ایران صادر کرد. نخست صدور مجوز برای استفاده محدود از چرخه دلار و دیگری حذف محدودیت همکاری با شرکت‌های ایرانی که صاحب آنها هنوز در فهرست تحریمی آمریکا هستند. گفتمتون که چند مدت پیش یه دوستی برای ما از نیویورک براش کار انجام داده بودیم، کارهای فنی و اینها، 100 دلار لطف کرد فرستاد. چون اسم اون تلویزیونشون استدیوشون یه چیزی ایران هست،
احمق پیپل این 100 دلار رو نگه داشت. به ما هم نامه نوشت که یه نفر برای شما 100 دلار فرستاده. ما دیدیم این خیلی مشکوکه، نگه داشتیم و تا 72 ساعت دیگه به شما خبر میدیم. قدرت نداریم ما وایسادی. 72 ساعت شد یک ماه. به اون بنده خدا گفتم آقا اینا پول به شما برگردوندن؟ گفت نه. گفتم پول به ما هم ندادن. گفت خب من الان به کردیت کارتم زنگ میزنم این پول رو پس میگیرم و برای شما یه چک میفرستم. ممنون. ایشون لطف کرد چک فرستم. خب اینا چیکار کردن؟ این آقا که 100 دلارشو پس گرفت، آمدن 100 دلار از حساب ما کم کردن. میگم برای چی؟ میگه که ما اون پولی رو که این فرستاد فرستادیم به چی میشه؟ Department of Treasury، خزانه داری آمریکا. میگم شما پول این آقا رو که تو نیویورکه و منی که تو ویرجینیا هستم فرستادین خزانه داری آمریکا برای چی؟ ما خودتون پوله بدون نمیدونم شماره و رد و فلان با هواپیما سوار میکنیم میدید به آخوندا؟ باورتون میشه بعد از 4-5 بار زنگ زدن این 100 دلار رو به ما دادن، پریروز دوباره برداشتن. میگم آقا پول کجاست اون 100 دلاری که اون داده؟ آقای امروز صبح میگه که آها این پول پیدا شد بالاخره. میگم مگه پول گم شد؟ شما نگهش داشته بودید. گم نشده بود که، شما که نمیشدید این پول گم شده، گفتید ما نگهش داشتیم ولی یادمون رفته به شما کردیت بدیم ولی ازت گرفتیم. ببینید حالا شما وقت باید بذاری اعصابت خرد بشه تا پولی رو که نگرفتی دیگه حالا بدهکار نشی. خلاصه سلام آقای سوری، خسته نباشید، لطف کنید تلفن تماس با این شخص را بگذارید تا من بتونم تماس بگیرم تا اگر توفیقی شود در خدمت ایشون باشم، ممنون میشم. اسم بنده رو اعلام نکنید و موفق باشید. خب قربونت برم، شما که رو فیسبوک نوشتی، رو فیسبوک الان همه دارن میبینن، من چجوری اسم شما را اعلام نکنم؟ اینم از اون کاراست. اگه برای خود من مسیج میفرستادین خصوصی، بله، بعدم من این پیامو میفرستادم برای آقای سعیدی، بعدم با آقای سعیدی میگفتم با شما تماس بگیره. آقای سعیدی قرار شد یه تلفنی برای دوستان بیننده در نظر بگیره، این کار رو نکرد. تنها کاری که کرد یه ایمیلی درست کرد، خیلی هم ساده است اگه اشتباه نکنم Iranian243 بذارید ببینم، میگم خیلی ساده است ولی خودم نمیتونم یادم نمیاد. ایرانیان، بله، Iranian TV 243 at gmail.com. شما که روی فیسبوک هستید احتمالاً استفاده از ایمیل رو هم بلدید، دسترسی به اینترنت هم دارید و باز از آقای دکتر کاظم افشارا ممنونم که ایشون لطف کرد اون روز گفت آقایون خانوما ما که میایم برنامه میذاریم اگر میگیم با تلفن با همون تماس بگیرید یا میگیم با ایمیل تماس بگیرید دیگه با خودمون تماس بگیرید، چرا با سوربی تماس میگیرید؟ این سوربی آدم به این بد اخلاقی چرا اذیتش میکنید؟ در اصل دوست عزیز اسمت رو شما الان اون چیزی که نوشتی بردار قشنگ، با خود آقای سعیدی، ایمیل آدرسشون هست Iranian TV 243 gmail.com. آقای سعیدی یه ایمیل ساده تر از این درست کن دیگه، حالا یا ایرانیان تیوی اگه نداره بکنیش ایران شماره، ببین مثلا شماره اگه بذاری ایران 7500 هم ملت یادشون میمونه، ولی ایرانیان تیوی و خود من همیشه فکر کردم 24/7 هست، یعنی 24 ساعت شبانه روز. درصد ممنون و متشکرم و از دوستانی که من بعد از تانکسگیوین راهی ایران ننویس اینجا آقا قربان، توی پیام جدا بنویس اینجا که میبینی هر کسی میبینه اونا هر کسی، ای خدا من چی کار کنم والا روزی 10 دقیقه 5 دقیقه بیایم استفاده از فیسبوک، استفاده از ایمیل، استفاده از پیامگی. دوستان ما هنوز بلد نیستیم از وایس میل استفاده کنیم. والا من زنگ که میزنم خونه مادرم برای که صدام شبیه صدای داداشم هست بهش میگم که من کدوم یکی هستم. شما زنگ میزنید بعدم میگید آقا من زنگ زدم، من چه میدونم شما کی هستی، شمارت هم نیذاشتی، میگی من شمارمو داری، شما از کجا میدونی من شمارتو دارم؟ تلفن من ببخشید افتاده توی نمیدونم خیابون گم شده، اگرم داشتم
بعدم من صدا، این همه صدا، حالا نمیخوام بگیم خیلی سرمون شلوغه، ولی 13,000 خورده فقط روی فیسبوک هستن. یعنی من میتونم تشخیص بدم حالا 13,000 خورده، ماشاءالله خیلی ها خانوما بیشتر هستن روی فیسبوک. بگیم آقا 10,000 تاش خانوما هستن، 8,000 تاش خانوما هستن، 5,000 تاش مردا هستن. آقایونی که مسیج میذاری میگی خب دیگه سوربی جان شما که منو میشناسی؟ نه نمیشناسم. تلفنم هم که داری؟ نه ندارم. پس یه زنگی بزن. نه نمیزنم. آقا بیاین کوروش ول کنید، داریوش ول کنید، بیاین این تلفن پیامگیر و ایمیل و پیام روی فیسبوک و یاد هم دیگه بدیم. چی بگم والا؟ خب 4 دقیقه دیگه با شما خواهم بود. امروز برنامه خوبی داشتیم با آقای حسن فیروزی، اگر ندیدید حتما روی یوتیوب برید اسم ایشون رو بزنید، حسن هم با یه اس بزنید، حسن HASAN فیروزی هم FIROUZI. و روی یوتیوب ما که میان همه ویدیوها اونجاست. اینم کاش که من به جای صفحه آرشیو عوض کنم، همه یوتیوب ها اونجا باشه که شما وقتی میای منو ببینی، آقای مینویی رو ببینی. چون آقای مینویی اون روز گله میکرد که آقا عکس من روی آرشیو نیست. گفتم والا آقای مینویی این آرشیو مال موقعی بود که ما اینا رو روی وبسایت خودمون نگه میداشتیم، الان که روی یوتیوب هست، روی فیسبوک هست، دیگه اصلا کسی صفحه آرشیو رو نمیره نگاه کنه و اونجا که میذاریم مراجعه که میکنن میرن مستقیم روی یوتیوب. اینم از این. و ببینم براتون چی گذاشتم یک بار دیگه. بله پتیک رو خوندیم و گفتیم، آقای مصطفی زاده رو خوندیم. بله یک ویدیوی رو من گذاشتم رو فیسبوک که یه آقایی، حالا نمیدونیم نامزدشه نمیدونیم همسرشه، توی استخ گیر دادن به هم دیگه. بعد این دوستمون اینو نوشته مرد جوان و خانم جوانی جهت همخوابی دنبال جا میگشتن، آخرش رفتن توی کلیسا، لخت شده و مشغول آمیزش شدن. کشیش وارد شد و رفت رو سر اونها و با خشم گفت شما دین نداری، آبرو نداری، شرف نداری، احترام به دین و جای مقدس نداری. جوان همانطور که لخت بود ایستاد و گفت پدر مهربان، تمام اینهایی را که گفتی داریم، فقط جا نداری. این هم از این جوک دوستمون که حقیقتش رو توی این استخره روی فیسبوک هست، برید نشون بده. خب در نمایش ظهر عاشورا چادر و یا خیمه ای را با آنان که در آن بودند آتش زدند. نفهمی و عقب افتادگی و عدم درک و دیوانگی تا کجا؟ بذارید من این صداشو ببندم، فقط فیلمه رو بهتون نشون میدم و امیدوارم که باز یوتیوب و اینا یقمونو نگیره. و دوستان ببینید وقتی که من اینو نگه دارم برگردم، این شبیه سازی این همون تعزیه‌ای هست که یکی میشد شمر، یکی میشد امام حسین و اینها. الان دیگه چون ببینی هر چیزی رو زیادش کنی خراب میشه. جشن 4 آبان رو اگه شما خیلی بخوای بزرگ کنی خراب میشه، میان میزنن زیر پا ملت عقده‌ای، میگه آقا من اصلا نمیدونم جشن تولد چیه، این آقا کیه که تمام ایران باید براش جشن بگیرن. اون وقت انقلاب میشه. آقای سعیدی از 3 ماه قبل این بچه‌ها رو میبردن گشنه و تشنه، پیرن بخر، لباس بخر، بیا هی سوار هم بشید، حالا بیا آقای علی سرشار با خانمشون موتور سوار توی تهران بیا نمایش بدید، سرشونه هم بشید، سرشونه اون بشید که چیه؟ مامان شاه، شاه رو زاییده، آفرین، چه شاهی هم زایید، هر کاری هم باباش کرد این زد خراب کرد. بماند اینا هم دارن زیاد روی میکنن. ببینید چی کار کرده، اومدن اینجا یک خیمه ای درست کردن، یک چادری درست کردن و احمقا اول اونا رو نیذاشتن بیان بیرون، بنزین ریختن رو اینها، اینا رو آتیش زدن. بعد حالا ببینید توش آدم زنده زنده داره میاد بیرون که داره میسوزه. آدم اصلا اینو میبینه میگه خدایا قرن 21 این امکان داره؟ بعد میبینید بله، 2-3 روز پیش در ایران بوده. بفرمایید. ببینید 4 تاشون اومدن، 5 بدبخت داره میسوزه.
یک پسر بچه 3 ماهه رو بردن قمه زدن، انقدر خون ریزی کرده یا هر چیز دیگه، بیچاره مرده. خب لابد اینی هم که مسئول اونجاست به پدر مادر تبریک میگه که چقدر زودتر رفت بهش. شما به من بگویید چه کنم. این زن روز بود، دختری هستم 89 ساله، خیلی خواستگار داشتم، به همه گفتم نه، حالا شما به من بگویید چه کنم. طرف میگه دیگه حالا من به تو میگم چه کار کن، برو یه چند تا قرص بخور خودتو بکش، چه میدونم چه کار کن. دوستان عزیز، برنامه من همینجا به پایان میرسه. شما هم میتونید برنامه داشته باشید. ممنون میشم اگر لطف کنید تلویزیون مردم رو حمایت کنید. بازم از اون دوستی که این دوربین سونی CX675 رو حدود 540 خورده دلاره بدون تاکسی، 20 دلاری هم تاکسیش میشه، برای تلویزیون مردم خریدن ممنون و متشکرم. و ای که دستت میرسد کاری بکن، نه برای من، برای اونایی که دوست داری. طرفدار پادشاهی هستی، آقا برو کمک کن که پادشاه پادشاه بشه. چی بگم بهتون، تو خانوادتون یه نابینا بوده، یه دونه عصا، دو تا نمیدونم واکر بخرید، یکی که داره میره ایران یا خودتون که میرید ایران بدید اونجا. هیچ کاری هم دولت آمریکا باهاتون نداره. دوستان عزیز، تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید. روی فیسبوک هستیم، روی یوتیوب هستیم، روی وبسایت هستیم، روی زمین هستیم، روی آسمون هستیم. اگه بخواید ما رو پیدا کنید، حمایت کنید، میتونید. اگرم نه که بگید آقا این مأمور جمهوری اسلامی، این پولش میدن، ولمون کن. اوکی، جمهوری اسلامی هم این سه تلویزیون ضد انقلاب مردم، ما نمیدونیم والا شدیم چوب دو سر طلا. روز و روزگارتون خوش، با امید روزهای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر. مرسی.